14 جولای برابر است با انقلاب کبیر فرانسه، و این انقلاب کبیر فرانسه به حقیقت تاثیرگذارترین انقلاب هایی است که ما میشناسیم. بین انقلاب های بزرگ، انقلاب کبیر فرانسه بسیار تاثیرگذار هست و میشود به درستی گفت که این نظرات نظریات سیاسی، فلسفه سیاسی که از روزگار قدیم از سرات نزد افلاطون و ارسطو بسیار بسیار در واقع به اشباع مطرح شده، اینها تداومش به انگلستان رسیده. یعنی متفکران انگلیسی هستن که در این زمینه بسیار کار کردن و بسیار سخن گفتن و مطالب تازه به میان انداختن. مشهورترین اینها از کنند که آقای جان لاک هست که در حقیقت لیبرالیسم مغرب زمین و همین حکومت فرض فرمایید دولت آمریکا، اینها درست نسخه برداری از فلسفه سیاسی اوست. یعنی ما این بزرگان نظریه پردازان کار سیاست را ما نگاه کنیم، ما به دو تن برخورد بکنیم همواره، دو سه تن هستن. یکی مارکس هست که بسیار تاثیرگذار بوده، یکی لاک هست که بسیار تاثیرگذار بوده، که البته پیدایش لاک بر اثر از سبب که شرایط بسیار بسیار جالبی بود که در انگلستان پیدا شده بود. آقای هابز هست البته در مقابل آقای لاک و دیگران، و از اینجاست که موضوع دموکراسی در واقع به وجه خیلی علمی مطرح شده از آقای لاک و ساختاری که او از دولت به دست میدهد و مناسبات انسان با دولت و اساسا نظریه دولت. همه اینها رو به تشریح از صحبت به تفصیل بهتر است بگویم جان لاک مطرح میکنه. این سبب بیداری شده. یه مطلب شگفت انگیزی که هست و خیلی عجیب هم هست این است که از مطالعه تاریخ اروپا و مطالعه تاریخ خودمان معلوم میشود که بین روشنفکر اروپایی و مردم عادی گویا حجابی اونچنان قوی و تیره وجود نداشته. یعنی فرض فرمایید اگر یک کسی مثل آقای اصبت که کانت پیدا می شده است و موضوع اخلاق رو به میان می اندازد، می بینیم خیلی سریع در جامعه اروپا نظرات کانت یا بهتر است بگیم نظریات او منتشر می شده و جامعه را زیر تاثیر می گرفته، یا نظریات عرض کنم که ولتر و دیگران. اما بین ما چنین نبوده. روشنفکر با پشت درهای بسته یا برج بلند نشسته و سخنانی گفته که پنداری تأثیری نداشته است در جامعه، و این خیلی خیلی جالب هست و شایسته آن هست که در باب این واقعا تحقیق بشود که چرا اینقدر فاصله بوده بین روشنفکر ایرانی و مردم عادی و در اروپا چنین نبوده. باری این آقای لاک به این نتیجه، یعنی در واقع نظریه لاک از اونجا آمد که آدم‌های آمدن طرفداران سلطنت بودن، و اساساً این مباحث از اونجا شد که پادشاه انگلیس از یک سو میبایستی نماینده مذهب باشد، از یک سو شاه باشد، و دو گونه بودن مسیحیان، یک عده پروتستان یک عده کاتولیک بودن. این هست که به تضاد افتاد این آقای اصلا پادشاه انگلیس به تضاد افتاد به جهت اینکه میبایستی هم نماینده پروتستان ها باشد هم نماینده کاتولیک ها باشد. از سبب که این است که این مباحث سیاسی از اونجا در گرفت، و همطور که مطلع هستین پادشاه انگلیس ارتباطش رو با چرچ قطع کرد، اموال کلیسا رو مصادره کرد، و این مباحث سیاسی از اونجا شد به جهت تضاد مقام سلطنت در ارتباط با کل قضایایی که به لحاظ سیاسی در انگلیس میگذشت، و مباحث بین روشنفکران در گرفت. از این زمینه هست که از سبب که هابز و لاک و اینها بیرون آمدن، و بعض اینها بر این بودن که پادشاهی جهان متعلق به خداوند تبارک و تعالی بود است که او به پیغمبران داده است، که پیغمبران به پادشاهان دادن، آدم های مثل فرض فرمایید که هابز و اینها، و این پادشاهی تنها نهادی است که میتواند باشد و نهاد مشروع پادشاهی است. البته
البته به طریق استبدادی. خب حالا بگذاریم که در انگلیس در 1688 اینا پارلمان وجود آمد. لاک میگوید که وقتی ما میرسیم به قضیه سیاست و اداره کشور، میگوید که پادشاهی نمیتواند این بیماری رو معالجه بکند. البته استرگه بله که میگوید که مونارکی ایز نو رمدی، یعنی برای حل مشکلات. و استدلال میکند که از سبب که در صورت مثلا فرض فرمایید شکایت، پادشاه هم میتواند متهم باشند هم قاضی باشند. یکی از استدلال هایی شده. حالا بماند و از اینجاست که آقای لاک این هر سبب که موضوع حقوق مردم رو به میان آورده، موضوع تقسیم قوا رو به میان آورده و موضوع عرض کنم که اون چه در قرد checks and balances، یعنی هر نهاد دولت مواظب نهاد دیگری است که فساد وارد نشود. یعنی شما این سیستم دولت آمریکا رو نگاه کنید، یک نهاد مواظب نهاد دیگری است و از سبب که تهدید قدرت که در واقع اصل و اساس حکومت های دموکراتیک از اونجا آمده. باری انقلاب کبیر فرانسه بر اثر همین جریانات فکری و اون که در فرانسه میگذشت به لحاظ فساد دربار و غیره و زادک به وجود آمد و تأثیر خارق العاده ای در جهان گذاشت. مخواه که تحت به وضوح، یعنی میتوانیم ببینیم که پس لرزه های این انفجار بزرگ در اروپا شد به ایران هم رسید و چه میزان این روشنفکران ایرانی و مجاهدان ایرانی، مجاهدان راه آزادی به شخصیت های مثل روسو و از کنم ولتر و اینها مهر میبرزیدن، یاد داشته اینها رو با خود حمل میکردن. انقلاب فرانسه در واقع به مثابه راهی برای آزادی انسان و احقاق حقوق انسان تلقی میشده، گرچه به دیکتاتوری منتهی شد، دیکتاتوری ناپلئون بناپارت. حالا وقتی ما این مقایسه میکنیم میبینیم که خیلی شگفت انگیز است. ما انقلاب میکنیم از صورت خب همه چیز ما مثل همه چیز ما نست. به هر صورت آقای خمینی، فرانسویان هم در روزگار دیکتاتوری بعد از انقلاب بناپارت رو دادن. بله و داستانه از این دست. باری امروز گفتم یک اشاره بکنم به این داستان انقلاب کبیر فرانسه و چه مایه بزرگان بیرون آمدن که تأثیرشون هنوز برجاست، مثل همین آقای ژان ژاک روسو و از سبت مونتسکیو و ولتر، که ولتر به تنها تنخیش یک رنسانس هست. وقتی شما کارهای مرد رو نگاه میکنی و سخنانی که او گفته، در واقع سمبل روشنفکری اروپا به تحقیق ولتر هست، در برخوردش با سنت به خصوص، در برخوردش با مذهب به خصوص. چون ریشه دردهای اروپا بر اثر همین حکومت‌های دینی و تسلط دین و مذهب بود. درست ما امروز در مقطعی هستیم که فرانسویان در همون روزگار انقلاب بودن، روزگار انقلاب، انقلاب کبیر فرانسه. ما مشکل بسیار داریم و بزرگترین سد راه آزادی ما امروز همین حکومت استبدادی مذهبی است. این بدترین واقعی است که در مملکت ما در واقع حادث شده است. استبدادی مذهبی، تیوکراسی، تیو به معنای دین. این تیوکراسی بدترین نوع حکومت هاست. بارها عرض کردم، یعنی ما اگر بخوایم عمدا به عمد بخوایم بدترین نوع حکومت رو طراحی کنیم، و از این بدتر نمیتوانیم طراحی کنیم. حکومت دینی، استبدادی دینی، و معمولا به زیر کشیدن استبدادی عرفی بسیار بسیار آسان‌تر است تا استبدادی دینی. این هست که اولین وظیفه ما اگر به حال ایران و به حال هموطنان میاندیشیم و حقیقتا دل ما میسوزد، این هست که این قضایا رو تعریف کنیم، این قضایا رو در واقع تقسیم بندی بکنیم و در بیان مطالب و مسائل سیاسی بدانیم راجع به چه چیزی صحبت بکنیم. مثل اینکه فرض فرمایید که یک آقای پیدا شده است و بعدها ما فهمیدیم ایشون استاد جعل و تخریب هست. اساسا تخصص این آدم به نام پورپیرار، تخصص این جعل و تزویر هست.
این آقا بعد از عرض کنم که مدتی که در حزب توده بوده و بعد نمیدونم رفته زندان اونجا آدم فروش شده است و بعد به مجاهدین پیوست و بعد جدا شده و بعد اطلاعاتی شده است، یعنی عضو وزارت اطلاعات، این آقا می نویسد که این حکومت هخامنشیان رو یهودی ها گذاشتن. آقا این کورش که ما می گوییم کورش کبیر و اینا چیزی نبوده، این نوکر یهودی ها بوده، یا فردوسی از یهودی ها پول می گرفته از کتاب می نوشتن، از یه داستان، از این آدم ها بین ما هم هست متاسفانه.